تاریخ خروج من از ایران سال 1977 بود برای اولین بار و من در فستیوال مسکو بودم. بعد از فستیوال مسکو به فرانسه رفتیم تمام گروهی که اونجا بودیم و بعد از اونجا من اومدم امریکا. چند ماهی در امریکا بودم، برگشتم به ایران و بعد دوباره اومدم امریکا برای همیشه. تابستونی که من برگشتم حکومت نظامی شد و تمام تانک‌ها توی خیابان‌های تهران بودن که خیلی احساس وحشت به مردم میداد شبا و جوی بودش که نه تجربه ای ازش داشتیم نه میدونستیم که تاریخ ایران به چه شکل عوض خواهد شد. در مورد شاه و قدرتی که اونجا داشت از زمان خودش هیچ کس تصور نمی کرد که قدرتش رو از دست بده. بنابراین من در تابستان 1978 وقتی به امریکا برگشتم هیچ نگرانی نداشتم که اتفاق خاصی در ایران خواهد افتاد. فکر کردم یه چیز دوره‌ای کوتاهی است. چند ماه بعد در اصل اولین قدم‌های انقلاب ایران شروع شد. داشاکل اولین فیلم سینمایی من بود. من 14 سالمه توی اون فیلم. در اون زمان من یک ستاره محبوب تلویزیونی بودم، من سر ستاره تین. در سریالی به اسم اختاپوس نقش منیجر رو بازی میکردم و نماینده نوجوانان زمان خودم بودم. با لباسهای قشنگی که میپوشیدم که اون زمان بسیار مد بود، با کلاهای متفاوت. بالاخره هر هفته مردم منتظر بودن و جوان منتظر بودن که این هفته منیژه چی میپوشه یا چه کار میکنه و برای خودش اختاپوس یکی از مهمترین برنامه هایی بودش که ما در زمان دوره 60 و 70 داشتیم. همزمان من در برنامه‌ای بودم به اسم داستانهای جاوید ایران که در این برنامه من نقش شیرین رو بازی میکردم یا نقش لیلی رو بازی میکردم که تمام کارهای بسیار فرهنگی قدیمی ما از کل و دمنه اینها در این برنامه خیلی قشنگ. و توی این برنامه بودش که آقای کیمیایی تصویر منو دیدن، میدونستن در مورد من شنیده بودن که به قول معروف من پاپ ستار هستم، من سر یه دختر کوچیکی که کار میکنم توی کار و مادرم خانم یوسفیان که یکی از واقعا پایه‌گذاران تئاتر ایران هستند، ولی نه به عنوان یک کار جدی. کاری من اکثرا کاری خیلی سبکتر بود و اولین کار جدی من فیلم سینمایی داشاکل بود. مادر، این داشاکل از کجا اومد تو زندگی ما؟ از کجا با خدا بیامرز آقام آشنا شد؟ اونا 5 سال پیش تو شهر کازرون با هم آشنا شدن. حاجی خدا بیامرز همیشه میگفت اگه یه مرد هست فلانی، یعنی داشاکل؟ آره مادر، هنوز آزار و اذیت این مرد به خلق خدا نرسیده. شنیدم پهلوانا میگن اینقدر با حقیقت که اگه پاشو روی حبه انگور بذاره سق شیرین میشه. کس و کارش کیه؟ پدر و مادرش از عیونه شیراز بودن، اما بعد از اونا تمام ارث و میراثی رو که بهش میرسه خرج فقیر فقرا میکنه. اون با حقیقت به دنیا اومده. اونی چیه مادر؟ هر کی هر چی داره از بر قنداق داره. من هنوز ندیدمش. در فیلم داشاکل بازیگران فوق‌العاده‌ای بودن، از سر کاراکتر اکتر که کار کردن. آقای کهنمویی درش بود که کار کرد و آقای بهمن مفید نقش کاکا رستم رو بازی کردن، آقای بهروز وسوقی نقش داشاکل رو بازی کردن. در اون دوره محبوبیت بازیگران تلویزیونی بسیار زیاد بود که من جزوشون بودم و بازیگران سینما مثل آقای بهروز وسوقی و تعداد زیادی محبوبیت خاص خودشون رو داشتن، ولی من ندیده بودم آقای وسوقی رو تا اون زمان.
موقعیت پیش نیومده بود و در شیراز در این باغ عظیم و فوق‌العاده زیبایی و این منزلی که فکر میکنم بعداً به موزه تبدیل شد که تمام اتاقش آینه کاری بود و اینها، به من گفتن آقای بهروز وثوقی تو این اتاق گریمه که برای صورت اینها، اگه میخوای برو تو اون اتاق ببینشون. من وقتی وارد اتاق شدم دیدم یه نفر نشسته رو زمین، یه پیرمردیست اونجا، و تصور من از ایشون جوان به اصطلاح اول سینما ایران بود از زمان خودش. و بعد وقتی بیشتر با توجه بیشتر نگاه کردم، بهروزه که موهاشو همه رو زدن و کچلش کردن و نمیدونم گریم خیلی، و گفتم شما، به جایی که بگم داشاکل گفتم شما داساکلین و شین، و این شد یک چیز کمدی که هر روز بعد من استفاده کردن که مری آپیک به بهروز وثوقی گفت داساکل به جای داشاکل. و اینجا ما با هم آشنا شدیم و فیلم برداری حدود فکر میکنم 2 ماه در این منزل بود که بسیار اصلا یک حال هوای دیگری داشت. من هنوز این روزها رو به خوبی به یاد دارم و این فیلم گرفته شد و اولین کار سینمایی من بود. خودت بزن بسید. تجربه خیلی خوبی بود و من خیلی راحت با آقای کیمیایی کار کردم، مثل خیلی از کارگردانهای دیگری که باشون همکاری داشتم. به سادگی کارشون، با عظمت کاری که در دست داشتند برای یک فیلم کلاسیک، و خب دست دادن به نوشته صادق هدایت کار شوخی نیست، درست مثل این که الان کسی بخواد یک فیلم از شکسپیر بسازه، میدونید باید رعایت بکنه با ظرافت. و بعد موسیقی فوق‌العاده‌ای که اسفندیار منفردی‌زاده که اخیراً هم اینجا بودن منزل ما، کارشون فوق‌العاده بود برای این حساسیت‌هایی که برای شخصیت مرجان بود، به خصوص به عنوان عشق داشاکل. شاید خاطر من رو نخونه، شاید یه شعر خوشگل‌تر پیدا کنه. من خیلی خوب باشون کار کردم، راحت باشون کار کردم و ایشون برای تصویر سینما یک آرامش کلی رو میخواستند که من تجربهشو نداشتم، برای اینکه تصویر بزرگتره. بنابراین بازیگری رو من از نقطه نظر بازیگر سینما با آقای کیمیایی و همراهانی که بودن اونجا آموختم در این کار بخصوص، چون قبلا کاملا کاری من تلویزیونی بود و سلپستیک و کمدی. مبارک باشه، اما باید یه خورده احتیاط کرد. مرجان خانم خودشون چی میگن؟ مرجان که نمیتونه حرف بزنه، بچه هست، زرد و از سرخ نمیفهمه. شما باید پدری کنین و جواب بدین، هرچی باشه شما جای پدر مرجان هستی. خب برای من یه افتخاری بود همراه بودن با یک چنین تیمی و همچنین که صادق هدایت رو تا اونجایی که من در اون سن میشناختم و علاقه داشتم. و سوال همیشه من این بود قبل از اینکه فیلم تمام بشه، این فیلمو چه شکلی میخوان تمامش بکنم، برای اینکه این یه فیلم خیلی جدی است و بعد این توتی باید حرف بزنه، و توتی اگه بخواد حرف بزنه چه شکلی حرف میزنه بعد از یک فیلم عظیمی مثل داشاکل، که خوشبختانه انصر سازندگی کار بسیار زیبایی کردن و صدای داشاکل رو بودن روی توتی و فیلم رو تمام کردن که مرجان عشق تو منو کشت. کاری داشتی؟ اینو داشاکل برای شما داری. داشاکل؟ بیا. به کی بگم؟ مرجان عشق تو منو کشت.
بعد از فیلم داشاکل من به عنوان یه ستاره سینما مطرح شدم و فیلم‌های متفاوتی رو برای سینما کار کردم. خصوصاً یکی از کارهای مهمی که به نظر من زیاد به توجه در نیومد اسرار گنج دره جنی کار آقای ابراهیم گلستان و این خودش کاریست کارستان. و خب فیلم‌های مظفر کمدی کار کردم، فیلم‌های جدی متفاوت. منو باش که خیال می‌کردم دل و جرأت داری، کلی ازت خوشم اومده بود. در دوره اواخر 60 و 70 در ایران گروه سینمایی پیشروی وجود داشت که فیلم‌های بسیار متفاوتی ساخته می‌شد، یعنی با عام و فیلم‌های عامی که ساخته می‌شد در زمان خودش بسیار متفاوت بود از طریق یک سری از سینماگران و فیلمسازان فوق‌العاده ایران. یکی از فیلم‌هایی که از این گروه ساخته شد فیلم بن‌بست بود که نوشته و کارگردانی آقای پرویز صیاد و من شخصیت اول زنش رو بازی می‌کردم. این فیلم به گفته خود پرویز شاید یک قصه کوتاهی باشه آنتون چخوف یا از گذشته که به یاد داشت یادداشت‌های یک دختر، به شکل متفاوتی عرضه شد با مسائل اجتماعی ایران در زمان خودش. متوجه شدین که من چند وقت شما رو تعقیب میکنم؟ بله بعضی وقتا. چرا؟ چی چرا؟ چرا تعقیبم میکنی؟ میشه به این سوال جواب ندم؟ لااقل فعلا؟ اشکالی نداره، سوال بیموردی کردم انگار. دو سودی. این فیلم وقتی ساخته شد قسمت آخر فیلم رو اداره امور سینمایی میخواست که عوض بشه و یکی از دلایل اصلیش این بود که شخصیت مردی که در فیلم بود به عنوان کسی که با دولت همکاری داره، احتمالاً با ساواک همکاری داره و شخصیتش به شکل مرموزی آخر فیلم نشون داده میشه. بنابراین ما مجبور شدیم که یه ورسیون دیگه‌ای برای فیلم بسازیم و طریقه که پرویز در زمان خودش ساخت به قدری بد ساختیمش که خودشون گفتن این مشخصه که ما از شما خواستیم این کار بکنیم. بنابراین برگردید به ورسیون اولی که داشتید که بسیار زیبا و شاعرانه با یک شوک بسیار بزرگ برای این دختر این فیلم تمام بشه. منتها فیلمتون توقیفه، فیلم نمیتونه نمایش داده بشه در اون جریانی که در زمان خودش در زمان شاه وجود داشت. حالا به چه دلیل؟ دیگر دلایل بسیار. اجازه هست؟ خوب موقعی اومدی، هم مادرم هست هم برادرم. مامان با شما کار دارم. سلام. سلام. از این طرف خواهش میکنم. برای نخستین بار یک بازیگر زن ایرانی جایزه بین‌المللی بهترین بازیگر سینما را به خانه آورد، اتفاقی که قلمزنان سینمایی هنوز هم در تذکار آن کوتاهی و در تشخیص اهمیت آن کودنی می‌کند. این فیلم راه پیدا کرد به فستیوال مسکو و خب اونجا خیلی مورد توجه قرار گرفت و نتیجه‌اش هم همون بود که همه فهمیدن راجع به فیلم برای اولین بار در تاریخ سینمای ایران. و بعد برگشت به ایران باز دوباره رفت زیر توقیف، یعنی نذاشتن که فیلم بیاد و نمایش داده بشه. وقتی که جریان اجتماعی عوض شد و انقلاب ایران شد، برای یک دوره این فیلم رو اجازه دادن که فیلم نمایش داده بشه. من شنیدم حدود 9 ماه در سینما شهر فرنگ بوده این فیلم. و بعد که مسئله زنان عوض شد و مسئله روسری و چادر و اینها شد یه قسمت مهمی از مسائل اجتماعی ایران، چون دختر روسری نداره توی فیلم، فیلم رو دیگه اجازه نمایش بهش ندادن. ولی این قصه فیلم بن‌بسته و ما هم ازش کپیایی داریم خارج از کشور و میدونم الانم مثل اینکه گذاشته شده در اینترنت اگه اشتباه نکنم. چه خوبه با خانواده‌اش نیست. خیلی موزیک بود مراسم چای بردن و لبخند علکی به فک و فامیلش تحویل دادن.
برادرتو برد، برادرتو برد. این وحشت‌های بی‌دلیل بود در اصل که به وجود آمده بود، در صورت که فیلم‌هایی که ساخته می‌شد نمی‌تونست چنین تأثیر خاصی توی کل جامعه داشته باشه، ولی اگر اجازه داده می‌شد که فیلمسازان و روشنفکران حرفاشون رو بزنن، کتاباشون رو چاپ بکنن، و من فکر می‌کنم هنوز این سیستم به شکلی، حالا شاید به اون نظام قبلیش، ولی به شکل دموکراتیکی میتونست جلو بره. من فکر میکنم همین چیزای کوچیک موجب شد که یواش یواش مردم آسیبشن، نویسندگان آسیبشن، کسانی که مبتکر هستن و حرفی برای زدن دارن، و این موجب بشه که این زیربنایی بشه برای فکر اجتماع. ولی در صورتی که به نظر من امروز که به خصوص بهش نگاه میکنید اصلا چیز مهمی به نظر نمیاد، ولی در زمان خودش حساسیت‌های بسیاری بود در این زمینه که حرفی زده نشه بر ضد دولت زمان خودش. فیلم‌های بسیاری بود که همین شرایطی داشت. فیلم بود به اسم گاو، از قبل فیلم‌های متفاوتی بودش که اینها در سانسور نشسته بودن برای یه مدت طولانی. در سال به ندرت یه فیلم یا دو تا فیلم خوب نمایش میده، اونم اکثر وقتا یا آخرش رو عوض میکنن رو دوبله، یا که یه دستکاریاش میکنن که باز مقصود اصلی فیلم رو نمیرسونه. بهتره یا فیلم خوب بذارن واقعا بدون سانسور کردن، یا که نه. چون ما ستاره‌های تلویزیون اون زمان بودیم، کار تئاتری تلویزیونی زیاد انجام میدادیم به صورت اپیزودهای مختلف، تعدادشون بسیار زیاد. کار اختاپوس ادامه پیدا کرد که بالاخره آخرین کارش بعد از هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌ها کافشو بود که ازش الان ویدیویی هست و در اینترنت به نمایش گذاشته میشه قسمت‌های مختلفش. خب حالا چیکار بکنیم؟ جمع کنیم بریم. اجازه بفرمایید من یه بیت شعر دارم بخونم. حالا همه کارا لنگ این بیت توه؟ خونمون که از چنگم در آوردن خونه خراب، بس اقلا اجازه بدید این یه بیت شعر بخونم. آقای بلژیکی، چیزی که از چیزی کم نمیشه، بذارین این یه بیتشو بخونه تا اون کنیم بده پیکانه. خیلی خب بخونه خانم فلورانس نایتینگل، بخونه. بله بذارین دلش خونه اکشه. کافشو یک نتیجه بود، درست میتونم بگم مثل الان Saturday Night Live که در امریکا وجود داره، این گروهی که همیشه با هم کار میکنند و مسائل اجتماعی و تقریبا سیاسی اگه اجازه میدادند درش ازش استفاده میشد، ولی البته بیشتر در اختاپوس‌های هفتگی. و اختاپوس هم تازه در خطر بود همیشه، چون ما مستقیما با تلویزیون ایران کار نمیکردیم، یعنی کارمندشون نبودیم و به صورت کنترکتی باشون کار میکردیم، براشون تهیه میکردیم برنامه. فرضاً میرفتیم 4 یا 6 تا برنامه اختاپوس رو در عرض 2 روز میگرفتیم، و بعد از این 6 تا بعضی وقتا فقط 3 تاش اجازه نمایش داده میشد، برای اینکه یه جایی یه حرفی زده شده بود که فرضاً به شاه یا دولت یا حرفی زده شده بودش که اینو نمیخواستن که پخش بشه اون گروهی که کنترل میکردن. خجالت نمیکشی؟ به خیالت منم از اونها شماره؟ چی فکر کردی؟ یا اینکه ازت دفاع کردم خیالات بد داشتم؟ خانم شما چنقدر کم جنبه ای؟ من با شما شوخی کردم. شوخی کردی؟ من اینجا با کسی شوخی ندادم آقا. خانم به چی شده؟ چه خبر شده اونجا؟ چه خبر شده از آقا بپرسید. نه اینکه اونجا داده سخن و اخلاقیات و لکه میداد، نه اینکه روم نمیشه بگم چه پیشنهادی کرد. واقعا که دوست عزیز، واقعا که گفت چون به خلوت میرود اون کار دیگر میکند. این دوست عزیز ما دیگه به خلوت هم احتیاج نداره، در ملأ عام به طور علنی اون کار دیگر میکند. گروه اختاپوس و شخصیت‌های اختاپوس تصمیم می‌گیرن که کافشو رو درست بکنن، و این یک نوع در از طنزی بود، چون هر کس که از امریکا می‌رفت درس فیلم می‌خوند میومد ایران، بلافاصله می‌رفت در تلویزیون ایران و میگفت من می‌خوام یه شو درست کنم.
و این یه نوع به اصطلاح انتقادی بود از این نمونه کارسازی. ولی چون شخصیت های اختاپوس همشون با نمک بودن به شکل خودشون شخصیت های اینها تصمیم میگیرن که این کافشو رو درست بکنن با بی تجربگی خودشون توی شخصیت هایی که داشتند. و خب منیژم که توی تمام کارها دخالت داشت به عنوان منشی اختاپوس میگه چون من باله میدونم باید ما یک قسمت باله داشته باشیم توی برنامه های قبلی که بعد میرسه به کافشون. میگم بابا باله چیه چجور میخوای باله رو؟ میگه که خب من میتونم باله رو برقصم خودم. بعد به شخصیت آقای بلژیکی که پرویز صیاد نقشش بازی میکرد میگه که تو هم میتونی پارتنر من بشی توی باله. ما با هم دریاچه غورو که یکی از سخت‌ترین باله‌های دنیاست اینو با هم اجرا بکنیم. میگن چجور آخه مگه همچین چیزی امکان داره؟ میگه خب تمرین میکنیم اینو من به شما نشون میدم. پرده این رو خیلی ها نمیدونن که ما چه شکلی این لباس رو برای پرویز تهیه کردیم. برای اینکه لباس منو من داشتم، لباس باله، چون من جزو گروه باله ملی ایران بودم و اونجا در تالار رودکی ما باله های متفاوتی رو به صحنه می آوردیم زیر نظر آقای و خانم احمدزاده و طراحای فوق العاده ای که از همه جای دنیا می اومد که باله ملی ایران رونق بده. باله های مختلفی در تالار رودکی اجرا می شد، از سیلفید گرفته تا ژیزل گرفته، باله چایکوفسکی گرفته، بیژن و منیژه گرفته، یعنی مدام باله ادامه داشت و من هم جزو اون گروه بودم. همزمان یه خانم ارمنی بودش که متصدی لباسا بود. من رفتم به ایشون گفتم که اگه میشه لطف کنیم این لباس البرشتی که شخصیت اصلی باله چایکوفسکیه چیز دریاچه غوص میتونم من اینو گرو بگیرم از شما؟ و ایشون گفت آخه اگه کسی بفهمه من اجازه ندارم. من چیز گفتم من برای اینو پرویز صیاد میخوام چون ما میخوایم یه همچین نقشی رو با هم کار بکنیم. خلاصه این خانم با مهربانی کامل اینو به من داد و گفت به هیچ کس هم نگو. خلاصه بودم به پرویز گفتم تو باید جوراب شلواری بپوشی. تمام این لباس ها رو اینا رو تن پرویز کردیم و این قسمت رو ما در ساعت 2 صبح من یادم هست خیلی دیر ضبط ادامه پیدا کرده بود، همه خیلی خسته بودیم و این قسمت رو گرفتیم. و وقتی این برنامه پخش شد با موزیک آقای میرزاده که الان فوت شدن، که این بالا رو چه شکلی موزیک چایکوفسکی رو خیلی ساده البته با یه گروه کوچولویی نه با اون ارکستر عظمتش شروع میکنه و بعد عوضش میکنه به رقص کمر و ایرانی که پرویز ادامهش میده و اون قسمت رو خراب میکنه برای اینکه میخواد بگه این غیر تو کمر همه ما هست، شما نمیتونین عوضش بکنین، بکنینش باله. و مصمم این شخصیت منیژه که اینو عوض بکنه و باله رو به عنوان یک فرهنگ تازه بقبولونه تو این برنامه. به هر حال اون موقع من 15 16 سالم بیشتر نبود و این یه تیکه است که از اون زمان مونده. متاسفانه اون آخرین برنامه‌ای بود که از اختاپوس بود و تقریبا یه سال و نیم دو سال بعد انقلاب اتفاق افتاد و همه چیز از هم پاشید.
گروهی که مادرش بودیم، آقای پرویز صیاد، آقای نوذر آزادی، مادرم خانم آفریق یوسفیان، این تعدادمون خیلی زیاد بود، شاید بشه گفت 10 نفر 12 نفر. و این گروه ما نه بلکه برنامه تلویزیونی داشتیم، نه بلکه فیلم های سینمایی داشتیم، بلکه فکری بودش که پرویز میخواست یه تئاتر خصوصی داشته باشیم و این تئاتر خصوصی وجود نداشت. بعد اینکه تئاتر ما تئاتر شهر بود که تازه ساخته شده بود در زمان خودش، تئاتر کسرا بود که اون تئاترهای قدیمی بودن و یه تئاتر تازه مدرن برای تماشاچی تازه. با این فکر تئاتر کوچک تهران به وجود آمد، زیر بازار صفوی در خیابان پهلوی. این تئاتر کوچکی بود با 200 صندلی، بسیار مدرن، با آجرکاری‌های قدیمی زرد رنگ و یک نقاشی بزرگ از آقای سپهری اونجا بود و تئاتری بودش که ما می‌خواستیم همینطور ادامه پیدا بکنه به عنوان بازیگر که همیشه روی صحنه باشیم شب‌ها. با نمایشنامه موریش اسکال، نویسنده آمریکایی، ماشین نویسا و ببر، ما این رو باز کردیم که دوتا شخصیت داره، پرویز و من، و 18 ماه ما روی صحنه بودیم هر شب. به قدری موفق بود این نمایشنامه که اولیا حضرت فرح پهلوی خواستن که این نمایش رو ببینن، چون خودشون خیلی پشتیبان تئاتر، نقاشی، موسیقی بودن و رشته خودشون هم در همین رشته بود در فرانسه وقتی تحصیل میکردن و یک شب آمدند و تجربه کردن این نمایشنامه رو و عکسی که شما دیدید اینجا در اتاق کار من، این عکسیست که مربوط میشه، من 16 سالمه اونجا و به هر حال در بحبوحه کاری خودم هستم، چند سال تئاتری، چند سال سینمایی و تلویزیون. بزرگترین لحظه‌ای که برای من به صورت یه شوک آمد، یک خانم امریکایی بودش که در منزل ما بود و به من گفت مری بیا تلویزیون رو نگاه کن، و من دیدم که آقای خمینی داره از پله های ایر فرانس داره میاد پایین و با تعجب داشتم، گفتم این کیه و چرا مردم چنین عکس العملی نسبت بهش دادن. برای من بدون هیچ نوع تجربه سیاسی، به عنوان یه نوجوانی که من اینجا هستم خارج از کشور، یک وحشت بزرگی بود که خب بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا من میتونم برگردم ایران؟ خانواده من چه خواهد شد؟ خیلی خیلی مبهم، ترسناک و بدون هیچ نوع امید برای آینده. مادرم به من زنگ زد، گفت بمون، تکون نخور از جایی که هستی تا ببینیم چی میشه. که پشت سر هم تیربارانا شروع شد و دولت عوض شد و اصلا یک سیستمی به وجود آمد در از یک سال و دو سال که هیچ کس تصورش رو نمیکرد. و خب تکلیف ما چی بود؟ من به هر حال اینجا بودم، بنابراین تنها پناهگاهی که بود دانشگاه بود که درس رو ادامه بدم، درش تئاتر تحصیل بکنم، تئاتری که خودم تجربه بسیار زیادی درش داشتم و سعی کنم سرمو مشغول نگه دارم تا ببینم چی میشه بعد از این. و بعد اونم که اتفاق دیگری نیفتاد، مجبور شدیم اینجا بمونیم و کارامونو برای جامعه ایرانی ادامه بدیم. آقای صیاد آمدند، همکاری ما دوباره آغاز شد با نمایشنامه خر که یکی از اولین نمایشنامه هایی بودش که خارج از کشور نوشته شد و روی صحنه رفت. اخیراً هم 30 سالگرد نمایش خر رو گرفتیم که با اون ما حدود 400 اجرای کامل میشه، خوانده میشه در دانشگاه متفاوت. این زندگی پرمعصیت که امثال شما آلودش هستید در دریای کرم و عظمت الهی بال مگسی بیشتر نیست. پس چرا مثل کنه بهش چسبیدین؟
اگه اینقدر ناچیز به نظرتون میاد زندگی، چرا این همه آقا بالا سر براش تراشیدین؟ این همه پیغمبر و امام و رهبر و مفتی و حاکم و سلطان و پیشنماز و آخوند و ملا و پاسدار و قرابال چرا ردیف کردین؟ جز اینه که بابت دخالت کردن به همین زندگی ناچیز مردم شکمی فر بکنن؟ 40 قلنده را 40,000 قد داره کش برای خودن یه دونه مویز یا یه بال مگس ناچیز. و فیلم های متفاوتو بسازی، مثل فیلم فرستاده، مثل فیلم چک پوینت، و به هر شکلی که میتونیم این کار رو ادامه بدیم، برای اینکه در شرایطی که در زمان خودش با گروگانگیری هایی که وجود داشت و اتفاقاتی که داشت در ایران میافتاد، ایرانی بودن در امریکا چیز سختی بود. شما حتی به عنوان یه مغازه‌دار ایرانی گرفتاری داشتید، چه برسه به یک بازیگر ایرانی که بخواد فرضاً سعی کنه در دنیای هالیوود وارد بشه، که دنیای بسیار سختی است و پر رقابت. اون دوره دوره بسیار سختی بود، دوره حتی میتونم بگم 10 سال اول انقلاب. فیلم فرستاده زمانی که سناریوش به دست من رسید از طریق آقای پرویز صیاد، من گفتم فوق‌العاده است و حتما کار کنیم این رو. میخواستن ایشون در نیویورک این فیلم برداری بشه، واقعا با یک بودجه بسیار بسیار کوچکی، منتها خب محتوای بسیار قوی و بر اساس قصه‌ای بود که اتفاق افتاده بود، منتها به شکل و پرداخت دیگری. این فیلم به نظر من یکی از بهترین فیلم‌های پرویز صیاد بعد از بنبست و فیلمی بودش که نگرش خاص انسانی درش بود. من این حقو می‌خواستم تو وطن خودم داشته باشم آقای محترم. اونجا دیگه وطن شما نیست. چرا؟ ارث پدری شما بوده؟ همون هم وطنه که شما الان دارید سنگیش رو به سینه میزنید رأی دادن که شما دیگه اونجور جایی ندارید. دروغه. شما رأی مذهبی اون مردم معصوم رو میگیرین، ازش بهره برداری سیاسی میکنین. همیشه همه جا مذهب به سیاست رشوه داده، سیاست مذهب. اما هیچ وقت هیچ جا با این وقاحت به اسم مذهب و خدا. اولین بار فیلم رفت به فستیوال برلین و پرویز صیاد نمیتونست سفر بکنه انصر کارهای قانونیش، من میتونستم در اون زمان. بنابراین من با این فیلم رفتم به آلمان و رئیس فستیوال منو دعوت کرد به اتاقش، اتاق کارش، و به من گفتش که تصمیم گرفتیم که این فیلمو نشون ندیم. و بعد من شنیدم که در اون زمان تمام پوسترهای فیلم فرستاده هم که اونجا زده بودم به دیوارهای متفاوت همه کشته شده بود پایین و پاره شده بود و غیره. حالا نمیدونم اون زمان تهدید شده بودن یا گفته بودن شما اجازه ندارید فیلمی نشون بدید که مال ایران نیست، اگه فیلمی باشه ایران باید به صورت رسمی از طرف ایران بیاد، شما نمیتونید فیلمی رو که یک ایرانی در غربت ساخته اون رو بذاره قبول بکنید توی قسمت کمپتیشن و اینها. به هر حال این سرنوشتش اونجا بود در زمان خودش و حتی اون زمان که من از هتل به جایی میرفتم همش یکی دو نفر همراه من بودند انصار امنیتی، ولی هیچ اتفاقی اونجا نیفتاد و من برگشتم. فیلمم یک دونه سالن خودمون گرفتیم و از فیلمو نمایش دادیم اونجا و همه فیلمسازای شرکت کننده هم میدونستن که چه اتفاقی افتاده، بعد اینکه ما توی جعبه پستیشون همین رو گذاشته بودیم که فیلم ما قبول شده به عنوان فیلم آرتیستیک، انصار آرتیستیکی فیلم فوق العاده است، ولی خب انصار سیستمی که فستیوال برلین داره و زد و بستی که داره با دولت ایرانی و دولت خودشون و هر چی، تصمیم گرفتن که این فیلمو نگذارن توی مسابقه در فستیوال برلین. و بعد از اون ما این فیلم فرستادیم به فستیوال لوکارنو و عکس العمل فوق‌العاده‌ای گرفت اونجا و فیلم جایزه پلنگ هم گرفت به عنوان بهترین فیلم. چک پوینت رو من تهیه کنندش بودم با پرویز صیاد، دو تا اینو ساختیم. در میشیگان فیلم برداری شد در شرایط بسیار بسیار سرد زمستان، در زیر یک پل، در سرمایی که نمیتونستیم حتی نفس بکشیم، خیلی خیلی سرد بود، کنار یه رودخانه‌ای که همش روش یخ بود و ما فیلم برداری میکردیم اونجا. اون فیلم متفاوتی است، اون بیشتر حالت تئاتریکال داره و گفتارها و حرفایی که در فیلم چک پوینت زده شده بسیار بسیار مهمه، بسیار مهمه از نقطه نظر اجتماعی ایران در زمان خودش. The reason we are here, despite what some people may say or think, is that we believe you don't deserve to be treated like this.
We are here to help you get to school tomorrow, if it is of any importance to you, of course. What's school good for when your basic right is not honored? Look what they've done to our country, to our people. Who cares about going to that rotten school? We do. Go ahead if you can, but we don't care to, even if we could. Of course you don't care for school. Why should you? You know many of your fanatic comrades who dropped out of college now have top jobs back home. I wonder why you're still here. If you want to get ahead to gain an important job, you should be with your comrades holding American hostages in Tehran. But here, we won't let you play the same dirty game. No way. Don't expect us to risk our honor and our future for your dirty ambitions. این تجزیه و تحلیلی که در فیلم شده از نظام زمانی سال 86 ایران و کلن مسئله تاریخی برای مسئله مذهب، برای مسئله سیاست و خیلی فیلم لطیفی است، برای که یک عده دانشجو از دانشگاه میشیگان دارن میرن به کانادا برای ویکند که فان داشته باشن و برگردن و درست در زمان برگشتشون که از روی پلی باید بگذرن که بیان به طرف امریکا، زمانی است که پرزیدنت کارتر اعلام کرد که هیچ ایرانی چه با ویزا چه بدون ویزا نمیتونه برگرده به امریکا. این توی اون دوره بود. این عده دانشجویی که تو سرمایی که همه در یک اتوبوس زیر یک سقف و با افکار متفاوت باید همدیگر رو تحمل بکنن و جر و بحث‌های بسیار زیاد سیاسی درش هست. ما شخصیتی داریم که دست چپی است، شخصیتی داریم دست راستی، شخصیتی داریم که بسیار افکار مذهبی داره که توی همون اتوبوسه و همه از زور سرما امریکایی درمون هست که لیبرالن و از زور سرما همه درگیر همن و باید همدیگر رو تحمل کنن تا یک دوره ای بگذره و ببینن تکلیفشون چیه، آیا باید بمونن زیر پل یا امریکا اجازه میده که وارد بشن یا برگردن به کانادا، مشخص نیست. یعنی درست همون وضعیتی که ما در ایران داشتیم، همه با هم با افکار متفاوت و این برخورد این افکار با هم. ما اصولا با بچه‌ای که کار کردیم خارج از کشور خیلی راحت بود. یه عده آمریکایی بودن که اینا انتخاب شده بودن، بقیه تیم تازه‌ای بود که همه با افتخار می‌خواستن با ما همکاری بکنن به خاطر تاریخچه گذشته کاری که ما در گذشته داشتیم و اعتقادی که به کاری که ما می‌کردیم. سناریو رو خونده بودن و می‌خواستن که همراه ما باشن توی چنین قدم‌هایی. برای من، برای پرویز صیاد، مسئله مادیش نبود. این شده بود یک حالت مبارزه، یه مبارزه که به هر شکلی این فیلم ها باید ساخته بشه، چه حقوقی درش باشه چه حقوقی درش نباشه، فقط هر کاری که میتونیم بکنیم که این فیلم رو تمام بکنیم و چسبیده بشه به هم و این نشون داده بشه، صدای این فیلم بره یا صدای نمایشنامه‌ای که داشتیم به گوش مردم برسه. و واقعا این تم برای ایشون و برای من الان سالیان ساله که همین شکل ادامه داره. در تمام کارنامه کاری من که همش کارای جدی بوده یا فرضاً فیلم‌های کمدی در گذشته بوده در ایران، ولی کاری که در خارج از کشور کردم همش کارای جدی بوده، مربوط بوده به مملکتم و مسائل زنان و اتفاقاتی که برای کودکان در ایران افتاده و در کل برای مردم ایران، همیشه اینو مبارزه بوده. ولی این قسمت خیلی خوشمزه است، خیلی لطیفه، خیلی لذیذه برای من، برای اینکه مسئله بچه هاست و این در من قوت گرفت. وقتی که من بچه اولم، پسر اولم الکس به دنیا آمد و وقتی تقریبا 2-3 سالش بود، من میخواستم یاد بگیره فرهنگ ایرانی رو به شکلی، کاریست بسیار مشکل که همه خانواده های ایرانی اینجا باش تقلا داشتن خارج از کشور. و چون من خودم پیانو مینوازم، کنسرواتوار موسیقی تحصیل کردم، یک روز من سعی میکردم به الکسم یاد بدم این متل خیلی معروف ایرانی رو که توپک من قلقلی سرخ و سفید و آبی، میزنم زمین هوا میره نمیدونی تا کجا میره. اینو میخواستم به زبان فارسی بهش یاد بدم. توپک من قلقلی سرخ و سفید و آبی، میزنم زمین هوا میره نمیدونی تا کجا میره، نمیدونی تا کجا میره. من هر کاری که میکردم، بچه‌ای که در منزلی که انگلیسی درش هست، ارمنی درش هست، فارسی درش هست، فرانسه درش هست، گیج بودیم بچه که بتونه اینو حفظ بکنه. پای پیانو نشسته بودیم، بعد من الکسم پهلوم نشسته بود، 3 سالش بود، یه فکری به سرم زد، گفتم چطوره که من یه چند تا نوت بنویسم روی این توپک؟
به الکس گفتم الکس گوش کن، گفتم توپک من قلقلیه. این بچه به من نگاه کرد، بعد گفتم سرخ و سفید و آبیه، باز به نگاه کرد، توجهش جلب شد. من گفتم بذار اضافه کنمش، میزنم زمین هوا میره، نمیدونی تا کجا میره. لیلی لیلی حوزک، لیلی لیلی حوزک، کنارک سبزک، تو تو آمد آب بخوره افتاد تو حوزک. لیلی لیلی حوزک، کنارک سبزک، تو تو آمد آب بخوره افتاد تو حوزک. شما نمیدونین من عکس العملی که از الکس هم گرفتم چی بود. مامی دوباره دوباره دوباره، بعد من اینو دست چپ رو اضافه کردم، مثل مینوئت کوچولویی درست کردم از توپک من. بله الکس، شب که الکس خوابید و من توی رخت خواب بودم، داشتم فکر میکردم، گفتم خدای من، تمام این متلهایی که در ایران ما باش بزرگ شدیم، اینا موسیقی هیچ وقت نداشته. چطوره که من یه فکری بکنم برای گذاشتن موسیقی در این متلها؟ چند روز بعد رفتم سراغ کتاب متلها، پیدا نکردم از این بعد از اون بعد. بالاخره همومک مود چه داره؟ خدمت لی 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 حوزک، تپ تپ و خمیر، جمجمک، تمام اینا رو من کشتم. بگفتم بسید من روی اینا یه موزیک ساده بنویسم. یکو شد 30 قطعه در عرض مثلا 3-4 ماه. شیر شاه نازنینم بیدار شو، سرور جنگل ما بیدار شو، یک دو سه. در اون زمان آقای شهرداد روحانی در شهر بودن، خودشونم تازه بچه دار شده بودم. من به شهرداد زنگ زدم، میگفتم شهرداد جان من نمیدونم دارم کجا میرم با این پروژه، ولی من یه سری ملودی نوشتم روی اینها، میشه تو بیای با من همکاری بکنی، آرانژمانش بکنی، میکاری؟ گفت 100% من خیلی خوشحال میشم با تو همکاری بکنم. آمد و اصلا ارکستراسیونی ما از اینا به وجود آوردیم، بالاخره یه گروه 30 نفره از موزیسین آوردیم و شهرداد کار فوق العاده عالی کرد از این. و این تمام ادغام اینا شد حدود 25 تا 30 قطعه برای بچه ها. یه کور بچه ها درست کردیم که 20 نفره که بیان اینا رو پشتیبان باشن. و بعد من تازه شروع کردم قصه شو نوشتن، قصه پری در جنگل دو. بعد از شخصیت های مهم تئاتری مثل آقای پرویز صیاد، آقای بهمن مفید، از مادرم خانم یوسفیان، علی پورتاشی، دست دوستان هوشنگ توزی دعوت کردم که همه دوستان با هم جمع بشیم و هر کدوم صدای یکی از این شخصیت‌ها رو داشته باشیم. به هر حال این پروژه حدود 2 سال طول کشید تا اینکه تمام شد و عکس العملش فوق‌العاده بود از نظر هموطنانم و برای کودکان، چون هیچی وجود نداشت و این آمد با زیرنویس انگلیسی و تا به امروز هم بچه‌ای هستن که باش بزرگ شدن و بچه‌های تازه‌ای که به دنیا میان خانواده به نواهاشون میشنن نگاه میکنن و اینا. و بعد از اونم که گوهر شبچراغ کار دوم من بود بعد از اون برای کودکان. یه خبر بسیار بسیار عالی برات دارم که چراغی پیدا شده که چیزه، بگو دیگه، نور میده در شب، نور میده. خب شیر شاه عزیزم، هر چراغی در شب روشن کنی نور میده. نه این چیز آخه، بگو دیگه، چراغ نیست اما نور میده، خیلی گرانبهاست. ضمناً هر کسی خطایی کرده باشه اگه بهش دست بذاره دست و بارش میسوزه. گوهر شب چراغ خودشه، پیداش شده. دو تا کار من برای بچه‌ها کردم که عظیم بوده، موزیکال بوده. و بعد یک تونه جعبه عروسکی هم درست کردیم که این جعبه عروسکی از دو تا پاپته که شخصیت‌های خیلی محبوب مثل اژدها، آقای اژدها که خیلی شیطونه، و شیرشاه پاپتاش توشه با یه دیویدی صدا موزیک که بتونن خانواده تو ماشین برای بچه‌ها بذارن که ساکت نگهشون دارن تو این شهرهای جنجالی پر از فری وی. در پوشش حجاب نمایشنامه‌ای است که من در سال 2005 نوشتم
به زبان انگلیسی که گویای زندگی های متفاوت زنان در ایران و تجربه که در 30 سال گذشته شده. در این نمایشنامه قصه‌ای هم از افغانستان و عربستان سعودی هم هست همچنان، که از طریق موسیقی با موسیقی دانانی که روی صحنه هستن، از طریق باله و تمام حرکات بسیار بسیار زیبای باله با این صداها ادغام شده که این نمایشنامه به صورت 1.5 ساعت به روی صحنه میره. اولین بار در فستیوال بین المللی تئاتر لس آنجلس به روی صحنه رفت برای 9 اجرا و جایزه منتقدین رو گرفت. بین حدود 200 خورده نمایشنامه که آمده بود از جای مختلف دنیا و از سر دانشگاهی هم توجه بسیار زیادی شده. الان از من تقاضا دارن که من چرخشی داشته باشم در دانشگاه آمریکا و اینو فقط بخونیم که قصه ها بیشتر مشخص بشه. ما قصه سنگسار داریم در این نمایشنامه که به صورت بله تنظیم شده، قصه زهرا هستش، قصه دختری هستش به اسم ملودی که من روش خیلی حساسیت دادم و یکی از دلایل اصلی که این نمایشنامه نوشته شد به خاطر ملودی بود، چون ملودی در سن 16 سالگی خودکشی کرد در ایران و دختری دوست من بود و علت خودکشیش هم این بود که موهاشو از ته چیدن جلوی مدرسه برای اینکه داشت به موزیک مایکل جکسون گوش میکرد مدام. و این دختر حساس فوق‌العاده زیبایی که رفت بالای مدرسه، ایستاد از طبقه 4 خودشو انداخت پایین. خیلی قصه های متفاوت درش هست. هر قصه تند میاد و میره و عکس العملش روی این نویسنده زن امریکایی است که داره این مقاله رو مینویسه و در آخر نمایشنامه تمام صدای این زنان میشه یک صدا و میشه صدای این زن که پرخاش میکنه به دنیا برای مکانی که خودش در زندگی به عنوان یک زن داره. من گمان میکنم که من هیچ وقت ایران رو ترک نکردم. قسمتی که از من اونجا بوده یه دوره‌ای بوده از زندگی من، ولی قسمت عمده‌تر و مهمترش اون بود که در روح و روان و قلب من ایران بوده و هست و خواهد بود تا آخرین نفس زندگیم. من ایران رو ترک نکردم و کارنامه کاری من و حرفه‌ای رو که من ازش استفاده کردم برای به وجود آوردن صداها و حرفهایی که زده شده در عرض این 35 سال گذشته نمونشه. میدونم که امروز ایرانیست متفاوت از زمانی که من بودم. شاید حتی من اگه سفری رو شانسش رو داشته باشم که برم اونجا، حتی نشناسم شهر خودم رو که درش به دنیا آمدم، امیدم این هست که روزی باشه که بتونم سفری داشته باشم و برگردم به دوران کودکیم. ولی من ایران رو ترک نکردم، چیزی هم جا نذاشتم.